Seen. بله ممنون. امیر محمد روزبه سامین. خب سامین غایبه. ایلیا علی بردیا. اسمتی نیست. مرسی از علی و بردیا. کیان. کیان امیر حسین. آقای سهامی نیستن. مرسی از سیمینپور و سراج. امیر حسین بهت تبریک میگم که توی قرعه کشی دوله برنده شدی عزیزم. ایشاله که همیشه بدرخشی. روحام رفیقی، محمد علی و متین. خب محمد علی نیست. مرسی از روحام و متین. محمد مهدی، امیر رضا، حسام. محمد علی مرسی. ممنونم از هر سه پسر گلم. حسام زنگ اول نبودی؟ بنیامین و باراد. بله خیلی ممنون. خب بچه ها فقط ایلیا نیست. ایلیا اسمتی حاضری نگرفته ها. خب دستا پایین. دستا پایین بچه ها. مرسی بچه ها. این زنگ با هم دیگه میخواییم ریاضی کار بکنیم. ریاضیمون آشنایی با خانواده عدد 30 هستش. بچه ها تا الان با خانواده عدد 10 و 20 آشنا شدیم، درسته؟ خب حالا میخواییم با خانواده عدد 30 آشنا بشیم. توی دفتر با سوادیمون مثل دفعه پیش خب جدول عدد رو بکشیم، جدول ارزش مکانی رو بکشیم، بعد عددها رو توش بنویسیم، از توی جدول بیاریمش بیرون، کنارش عددش رو با فارسی بنویسیم کنارش، که بهش میگم بچه با حروف. اونی که با عدد باشه مثلا میگیم با عدد، مثل مثلا وقتی که 2 ریاضی مینویسیم، 3 ریاضی مینویسیم میشه عدد، ولی وقتی بچه با فارسی مینویسیم بهش میگیم با حروف. خب اینو یاد بگیریم. پس اگه گفتیم با عدد بنویسیم یعنی با عددهای ریاضی، هر وقت گفتیم با حروف بنویسیم یعنی با حروف فارسی. خب به این دفترمون آماده کنیم. منم پاورم رو بیارم بچه ها. این از پاورمون. بچه هایی که سراج چرا هنوز دستش بالاست. بچه هایی که زنگ پیش تصویر نگرفتن از بالای لیست حسام، از پایین. نظری و معلم طاهری. فعلا این 3 نفر آماده باشن. سلام خانم. سلام عزیزم. حالت بهتر شده حسام جان؟ بله خدا رو شکر. زنگ اول چرا نبودی؟
داشتم. عزیزم الان بهتری؟ بله. مراقب خودتون باشین. خب حسام جان ببین چند تا دسته یه دهتایی میاد روی صفحه، باشه؟ بچه ها جدول ارزش مکانی رو تو دفترتون بکشید. خب هر کدوم از اینا گفتیم چند تایی هم؟ دهتایی. دهتایی، آفرین. بچه ها دیگه نمیایم تک تک اینا رو بشماریم، میدونیم هر کدوم از این چینه ها که روی هم قرار گرفتن یه دسته یه دهتایی هستن. خب چند تا دسته دهتایی داریم؟ سه تا داریم. سه تا دسته دهتایی. بچه ها تو خونه آقای دهتایی می نویسیم سه. بنویس حسام جان. حال من نمیشم. خب چند تا یکی داریم؟ چند تا یکی؟ یکی نداریم. هیچی یکی. هیچی رو تو ریاضی با چی نشون میدیم؟ صفر. هیچی رو تو ریاضی با صفر نشون میدیم. خب حالا سه تا دسته یه دهتایی با هیچی یکی میشه چند؟ بخون. سه. اگه از جدول بیاد بیرون میشه چی؟ سی. خب دهتا برام بشمر حسام. ده. مثل دیروز که خوندیم. ده، بیست، سی، ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰. آفرین. پس بعد از بچه ها دسته های بیستایی که خانوادش رو یاد گرفتیم سی میاد. ببینین گفتیم هر کدوم از انگشتامون رو دسته دهتایی میذاریم، میگیم ده. انگشت منو میبینی؟ ده، بیست، سی. درسته؟ ده، بیست، سی. بعدش بچه ها میشه چند؟ چهل. آفرین. خب پس بچه ها بنویسیم سی، هم از جدول ارزش مکانی بیرون بیاریمش، هم به حروف بنویسیم سی. بچه ها همه باید این عددا رو تو دفترشون بنویسن، هم جدول ارزش مکانی رو باید بکشید توش عدد رو قرار بدید، هم به عدد هم به حروف بنویسید عدد رو. به عدد میشه بچه ها اونی که با ریاضی نوشتیم، سه ریاضی، صفر ریاضی، دیدین؟ حروف هم میشه همه که مثل فارسی نوشتیم سی. خب مرسی حسام جان. محمد تاها نظری بیاد. سلام عزیزم، ممنونم. خب بریم بعدی بچه ها. ببینیم که گفتیم هر کدوم از اینا دستای چند تایی هن؟ دهتایی. آفرین. چند تا دسته دهتایی داریم؟ سه تا. آفرین. چند تا یکی داریم؟ یکی. پس بچه ها تو جدول قرار میدیم. آفرین. سه دسته دهتایی با چند تا یکی؟ اون آقا یکی. آفرین. یه دونه یکی نوشتم. آفرین. حالا بچه ها از جدول میاریمش بیرون، روی خط میکشیم، مینویسیمش با به عدد، میشه چند؟ 31. آفرین. بچه ها گفتم همیشه باید اول عدد سمت چپی رو بخونیم،
اول عدد خونه آقای دهتایی رو میخونیم. چند تا بچه ها دهتایی داشتیم؟ سه تا دهتایی میشه چند؟ ده، بیست، سی. ده، بیست، سی. پس سه تا دهتا میشه سی تا. حالا یه دونم به سی اضافه میشه، میشه سی و یک. بچه ها برای نوشتن سی و یک، آفرین عزیزم، برای نوشتن سی و یک گفتیم نمی نویسیم سی و یک، می نویسیم سی و یک. یک می خواهیم بنویسیم سی و یک می نویسیم آفرین، بنویسیم بچه ها. نوشتم، باریکلا. منم از این عکس بگیرم. خب بریم عدد بعدی. مرسی محمد تاها جانا. آرمان قشنگم بیاد. خب بعد از آرمان از وسط لیست آقای بردیا و علی آماده باشن. از بالا هم محمد علی. خب آرمان جان بریم عدد بعدی ببینیم چنده. نوشتی تا اینجا دیگه جا نموندی که. بله من این یکی هم بنویسم. سی و یک بنویس. یکی از این دهتایی. و نوشتی سری سری عزیزم سری. خب چند تا دسته دهتایی داریم؟ سه دسته دهتایی. چند تا یکی؟ دو. آفرین بچه ها. توی جدول ارزش مکانی توی خونه دهتایی ها می نویسیم سه دسته دهتایی با دو تا یکی. خب حالا اگر این دوتا عدد رو از جدول بیاریم بیرون میشه چند؟ اول بعد کدومو بخونیم؟ سمت چپی یا راستی؟ چپی. سمت چپی. خب سه تا دسته دهتایی میشه چند؟ سه تا دسته دهتایی. با انگشتات بشمر، مگه نگفتیم هر انگشت بشه یه ده تا؟ ده، ده، خب بعدش چنده؟ ده، ده، یازده، دوازده. نه دیگه ده تا میشمریم. دیروز تمرین ده تا دهتا رو مگه انجام ندادیم با هم؟ خب چرا؟ ده، بیست، سی. سی. خب سه تا دهتایی میشه چند تا؟ سی تا. خب بخون حالا عددو. ننویس، عددو بخون. عدد سی. پس دو چی میشه؟ سی و دو. آفرین، سی و دو. بچه ها یه بار با عدد می نویسیم یه بار با حروف. برای دو. نوشتن بچه ها و دو. آفرین، سی و دو می خونیم سی و دو. دو ولی می نویسیم سی و دو. آرمان جان تمرین کن. باشه؟ باشه. تاج بخش و نظری دستشون پایین باشه دیگه. مرسی. مردی ها بیا عزیزم.
خب بچه همه نوشتین من عکس بگیرم. تصمیم داشتم عکس نگیرم. دیگه بچه ها من از هفته دیگه نه از کلمه ها عکس میگیرم سر کلاس، نه از ریاضی ها دیگه. باشه؟ سعی کنید به کلاس خودتون رو برسونید، جا نمونید. خب حال شما؟ خدا رو شکر. هر کدوم از این زردا گفتیم چند تا هن؟ 10 تا. آرین حالا ببین چند تا دسته نهدایی دارم. 3 یا 4 بناسونی. آرین 3 تا دسته نهدایی دارم بچه ها با 4 تا یکی، 1 2 3 و 4. این 4ه؟ بعد 32. بیام اونجا قلقلکت بدم. یوسف؟ بله. خب 3 تا 1 بنویسیم بچه ها تو دسته خونه آقای دهتایی چند تا دهتایی میره؟ 3 تا. همگی برین یه ذره بردیارم قلقلک بدین. هر 22 تامون با من میشیم 23 تا. نوشتم که دیگه نگه 34. 3 تا هم 1. بچه خونه آقای 1 هم 3 تا مهمون رفته. میشه یه دونه دیگه رو میگم؟ نه دیگه نوبت دوستات میشه. خب بچه ها عدد رو از جدول بیاریم بیرون. آوردم. میشه چند؟ 33. آفرین. بچه ها اول سمت چپی رو میخونیم، میگیم که 3 تا دهتایی میشه چند؟ 10 20 30. حالا 3 تا هم 1 داره، بهش اضافه میکنیم 31 32 33. جانم عزیزم وقتی که مثلا توی جدول آقای 1 آقای 10 تایی یا 3 میاد مثلا با 2 همیشه 32. همینه که تو جدوله، همینه که مثلا 3 رو میذاریم، 2 هم توی آقای 1. بله دقیقا همین دیگه جمع میکنیم میذاریم اونجا دیگه. مثلا به این مکعبا لازم نیست، اگر بچه ها فهمیدن اینطوره دیگه راحت تو انجام بدن. بله دقیقا. بچه ها یه کار دیگه هم میتونید بکنید که میخواید، اگه میخواید دست دهتایی داشته باشید. رادین جانی دقیقه صبر کن، من رو تخته یه چیزی نشونتون بدم. بچه ها اینو بنویسید که جا نمونید. 30 و 3 می نویسیم ولی 33 می خونیم. نوشت. خب بچه ها ببینین، مثلا ما وقت نداریم که دونه دونه چینه های دهتایی بکشیم، درسته؟ بله. پس چه کار میکنیم؟ میتونیم دسته هامون و دهتایی هامون رو اینجوری بکشیم، یه گردی بذاریم مثل پول، مثل سکه. مثلا بگیم توش هم بنویسیم 10. این یه بسته دهتایی، این 2 دسته یه دهتایی، این هم 3 دسته یه دهتایی. چند تا 1 داشتیم؟ 3 تا، درسته؟ من 3 تا 1 یارم میام دوباره با دایره بچه کنارش 3 تا 1 میذارم. 1 2 3 میگم 10 20 30. 31 32 33، درسته؟ میام 33 رو مینویسم. حالا اگر اینجوری هم بنویسین که خیلی بهتر یاد میگیرید، این خیلی خوبه که وقتی این عدد رو نگاه میکنید دسته هاشم بشناسید. میگیم 10 20 30، 31 32 33، کنارش می نویسیم 33. به حروف هم می نویسیم 30 و 3، میشه 33. خانوم. بله عزیزم. من یک کم اینا رو تمرین کردم، اینا رو لازم نیست بنویسم، یکم سریع‌تر راحت‌ترم. آره خب میتونی بچه ها بنویسین که بهتر یاد بگیرین، میتونینم ننویسین. ولی اگر تو تمریناتون من بهتون دادم بچه ها، امکان داره مثلا تو تمریناتون بهتون بدم بگم بچه ها دسته های دهتایی مثلا برای عدد 34 بکشین دیگه، بچه ها نیایی مکعب بکشین دونه دونه، سخت میشه کارتون. یه گردی میکشین مینویسیم 10،
سه تا ده تا میشه 30 تا. اینجوری با شکل راحت تر میتونین انجام بدین. خب سوال نداری بردیا جان؟ نه دیگه سوال ندارم. خب پس بریم پاورمون رو دوباره بیاریم ببینیم نفر بعدی کیه. خب پسر گلم علی عرفانی. خب بعدی قشنگم دستشون پایین باشه دیگه. مرسی. خب برای علی جانم یه علامت بذاریم که صدا و تصویر سلام. سلام پسر قشنگم. خب علی جان گفتیم این دسته های زرد چند تایی هم پسر گلم؟ ده تایی. آفرین. چند تا ده تایی دارم؟ سه تا. حالا یکی هاش هم بشماریم. یک دو سه چهار. آفرین. پس بچه ها تو خونه ی آقای ده تایی که جدولش رو کشیدیم می نویسیم سه بسته ده تایی با چند تا یکی بچه ها؟ چهار تا یکی یا همون چهار تا یکی. خب بچه ها از توی جدول بیارم بیرون میشه چند؟ میشه 34. آفرین. 10 20 30. بچه ها سه دسته ده تایی بعدش چهار تا هم یکی اضافه میشه. میشه چند؟ 31 32 33 34. می نویسیم 30 و 4 ولی می خونیم 34. بله چشم. خب عکس بگیریم. آها رادین کار داشت. داره رادین جان الان به صدا میدم صحبت کن. نوشتم. خب آفرین علی جان. مرسی پسرم. عالی. صدرا جان کار داری پسر گلم؟ رادین جان دست تو آوردی پایین دیگه کار نداری؟ سوالت برطرف شد؟ بله علی جان دستتون پایین. به یه چیزی دقت کردیم همین که میخواییم بنویسیم کله شبیه همون سه هسته. آها میخواییم بنویسیم سی؟ آره. بچه نشانه س که میخواییم بنویسیمش دوستتون میگه مثل عدد سه میمونه. درسته. سه تا دندونه داره. خیلی ممنون. خب محمد علی بیا عزیزم. خب نفر بعدی که بعد از محمد علی جان آماده باید باشه جناب رادین و جناب سهامی و رفیق. سلام خسته نباشید. عیدتون مبارک. سلام. مرسی عزیزم. عید شما مبارک. خب بریم ببینیم دسته چند تایی داریم. اینا چند تایی بود؟ ده تایی. آفرین. چند تا ده تایی داریم؟ چند تا یکی؟ سه دسته ده تایی. چند تا یکی؟ با پنج یکی. پنج یکی. آفرین. پس بچه ها می نویسین تو جدول ارزش مکانی سه دسته ده تایی دارم با پنج یکی. حالا بچه ها عدد رو از جدول در میارم. میخوام بخونمش. میشه چند محمد علی؟ 20 و 5 30 و 5. 35. چون نمیخوایم بنویسیم که فعلا میخوایم بخونیم. 35. بچه ها چجوری میگیم 35 که اشتباه نکنی؟ میگیم سه دسته یه ده تایی. سه تا باز میکنم. 10 20 30. سه تا باز کردم. 10 20 30.
5 تا دیگه بهش اضافه میشه. 31 32 33 34 35. خب بنویسیم 30 و 5 ولی بخونیم 35. بچه ها امروز تو دفتر باسوادیتون از 20 از 30 ببخشید از 30 تا 40 رو بنویسید. یه بارم از 40 برعکس بنویسید تا 30. نوشتی عزیز دلم؟ بگو که سریع بریم نفر بعدی، وقتمون نداریم. مرسی عزیزم، مرسی. خب رادین قشنگم بیا. روحام جان آماده باشن، امیر حسین جان هم آماده باشن. صدام میاد؟ صداتون میاد، انشالله که تصویرتون هم زودی بیاد. خب رادین جان چند تا دسته دهتایی داریم پسر قشنگم؟ بیست. نه ببین چند... این دسته های زرد گفتیم دهتایی هست. خب چند تا دهتایی داریم؟ سه تا. آفرین. خب چند تا یکی داریم؟ بیا یکی ها رو با من بشمار. ببین یک دو سه چهار پنج شش. یک دو سه چهار پنج شش. میایم تو خونه آقای دهتایی می نویسیم چند تا دهتایی؟ سه تا دسته یه دهتایی. از اینجا بشین سی با چند تا یکی؟ با شش یکی. آفرین. چند در با شش تا کی؟ بابای دیگه. حالا بچه ها عدد رو از تو جدول میاریم بیرون. رادین میشه چند؟ میشه 36. آفرین. باری کلا بچه ها چجوری میخونیم 36؟ میگیم که بچه ها سه تا دست دهتایی داریم. از دستم رو باز میکنم، سه تا ده تا ده تا میشمارم، میگم ده بی سی، سه تا شد درسته؟ شش تا اضافه میکنم، سی و یک سی و دو سی و سه سی و چهار سی و پنج سی و شش. سی و شش بچه ها می نویسیم. سی و شش. آفرین جانم. رادین جان کار داشتی پسرم؟ کامله جانم عزیزم. میگن درست برام چیه؟ حالا انشالله تا درس بعدی بچه ها شما حواستون بله. اینجا باشه. بیا دخترم. خب فعلا حواستون میگم درس بعدون چیه؟ فعلا حواستون به این درس باشه تا بعد عزیز دلم. آفرین. خب آقای سهامی بیا پسرم. محمد علی برادین دستشون پایین. سلام. سلام عزیزم. خب هر کدوم از این دسته های زرد چند تایی بودن گلم؟ سه تایی. نه نه هر کدومش چند تایی بود؟ ده تایی. ده تایی. آفرین. ببین چند تا ده تایی داریم عزیزم؟ سه دسته ده تایی. آفرین.
یکی ها رو هم بشماریم بچه ها. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. پس بچه ها تو جدول می نویسیم سه دسته ده تایی با هفت یکی. خب از جدول بیاد بیرون چجوری می خونیمش پسر خوبم؟ 37. آفرین بچه ها. از سمت چپ میگیم 3 تا 10 تایی میشه 10 20 30. 7 تا دیگه اضافه کنیم میشه چند؟ 31 32 34 35 36 37. 30 و 7 بنویسیم به حروف، 37 بخونیم. بله بریم پیش آقای رفیقی. مرسی کیا. آقا روحانه گلم بیاد به من بگه که چند تا دسته یه ده تایی داره میبینه؟ الان ما داریم ده تایی حل میکنیم. من بکنم شیش بریم. نه. چند تا دسته ده تایی میبینی؟ سه تا. آفرین. داری مینویسی روحام جان؟ بله. آفرین پسر گلم. بچه ها سه تا دسته ده. هر کدوم از این زردا چند تایی هن روحام؟ هر کدومشون ده تایی. آفرین. الان پس سه تا ده تایی داریم. چون هر کدوم از اون زردا ده تایی هن. خب. حالا یکیاشو برام بشمر با قرمز. نگاه کن. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. چند تا یکی شد؟ هشت. هشتا. خب پس می نویسیم سه دسته یه ده تایی. با هشت تا یکی. سه دسته ده تایی با هشت تا یکی. خب اینجا میشیم سی و هشت. سی و هشت. خب بچه ها میشه سی و هشت. روحام جان چجوری میشه 38؟ میشه سه دسته یه ده تایی. میگیم ده بی سی. درسته؟ درسته. سی هشت تا بهش اضافه میشه، میشه 38. بچه ها به حروف مینویسیم سی و هشت، ولی میخونیم 38 و هشت. نوشتی؟ ممنون گلم. امیر حسین سراج بیاد. خب همه یکی یه دور تصویر گرفتن تا اینجا. بله. خب امیر رضا نگرفته. امیر رضا زنگ اول گرفته حتما دیگه، برای فارسی حتما گرفتی، تیک زدم برات. خب پسر گلم این زردا چند تایی بودن؟ ده تایی. آفرین. چند تا ده تایی داریم؟ سه تا. باری کله. حالا یکیاشو میشماریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت،
9 تا 1. پس تو جدول بچه ها می نویسیم 3 دسته 10 تایی با 9 تا 1. بچه ها بعد از این که این دسته های دهتایی رو که تموم کردیم با خانواده عدد 30 آشنا شدیم، آماده باشید که طبق برنامه‌ای که گفته بودم میخواییم زنگ بزنیم به باباهای مهربونمون روز پدر رو تبریک بگیم. باشه؟ خب امیر حسین اگر من 3 و 9 رو از جدول بیارم بیرون چه عددی ساخته میشه؟ چی میخونیم؟ 3 و 9. آها نمیخوایم الان به حروف بگیم، همینجوری بخون ببینم میشه چند؟ 39. آفرین بچه ها، میشه 39. چرا میگیم 39؟ چرا نمیگیم 29؟ برای اینکه عدد 3 رو نشون داده. پس ما 3 تا دست باز میکنیم، 10 تا 10 تا 10 20 30 39 تا هم اضافه میکنیم، مینویسیم 3 و 9. ولی بچه ها میخونیم 39. حالا امیر حسین برای من 4 تا انگشت باز کن، 10 تا 10 تا بشمار ببین میرسیم به چند. اینجوری مش کن، 10 20 30 40. رسیدیم به چند؟ 40. آفرین، وای بچه ها چقدر باسواد شدیم. 4 تا دسته 10 تایی که الان رو صفحه من داره میاد چهار تا دسته 10 تایی که رو صفحه من میاد بچه ها میشه چند؟ 40. درسته؟ 40. این بچه ها قرمزه اشتباه اومده. 40 یه دسته 4 تایی با هیچ یکی. خب می نویسیم 40. توی بچه ها دفترمونم 40 رو به حروف می نویسیم. پس امروز تو دفتر با سوادیمون از 30 تا 40 رو بنویسیم. یه بارم از 40 تا 30 برعکس بنویسیم، یعنی برگردیم عقب. یه بارم 10 تا 10 تا تا عوض بنویسیم، 10 20 30 40 اینجوری. خب مرسی امیر حسین قشنگم. خب بچه ها امروز یعنی در از فردا بچه ها روز پدر، امشب شب تولد حضرت علی علیه السلام هست و روز پدر هستش بچه ها. همجور که میدونید پسرای گلم، باباهای مهربون ما خیلی برای ما زحمت میکشن تا یه زندگی خیلی خوب داشته باشیم، چیزایی که تو زندگی لازم داریم رو برای ما تهیه بکنن. مخصوصا توی این شرایط بچه ها باباها خیلی زحمت میکشن. یه دست اول به افتخار باباهامون میزنیم، امیدواریم از خدا میخواییم که بچه ها باباهای گلمون همیشه تنشون سالم باشه، لبشون هم خندون باشه، الهی آمین. خب بچه ها من دیگه اسم نمیارم چون که فکر میکنم به ترتیب کسایی که آماده هن. خب قرار شد که شماره بابا جونا رو مامان زحمت بکشن بگیرن بعد بذارن روی اسپیکر. شما با یه جمله خیلی قشنگ، یه جمله خیلی قشنگ روز پدر رو به باباهای مهربونتون تبریک بگید. بعد ببینیم که باباها میخوان سورپرایز بشن واکنششون چیه. منم براتون یه آهنگ خوشگل میذارم همزمان و اینکه هر کس که آماده بود دست بالا کنه من صدا و تصویر بدم که با باباها صحبت کنیم. کی آماده است؟ آرمان. بچه ها پس من تصویر خودم رو میگیرم، دونه دونه تصویر میدم بهتون که فقط تصویر شما باشه.
آمیاد لطفاً اونایی که آماده ان دست بالا کنن. خب آرمان آماده ای؟ بله شماره بابامو خودم میتونم بگیرم. خب روی اسپیکر بذار. روز مبارک بابا. چی میگی؟ خیلی ممنون. بگو بابا دوستت دارم. بابا دوستت دارم. این خط و خط عزیزم. آفرین. مرسی آرمان جان. مرسی. بیاد امیر محمد اطلقی. بعد بذاریم من یه موزیک من براتون بذارم. البته صداشو کم میکنم که صدای بگیرم بذاریم موزیکو بذارم. صداش خوبه؟ یه ذره بلندتر. بفرمایید. الو الو سلام پسرم. سلام خوبی؟ خوبی بابا. آره روزت مبارک. ممنون خوشگلم. خوبی؟ دست خوبه. دست در نکنه زنگ زدی. مرسی پسر گلم. ممنونم که واسه ما زحمت میکشی. خواهش میکنم پسر گلم. دوست دارم خداحافظ. مرسی پسر گلم. دست در نکنه زحمت کشیدی. خدا خدات خداحافظ. آفرین آفرین. مرسی. محمد طه نظری. محمد طه صدات نمیاد. چرا میاد؟ الو بابا روزه مبارک. ان شاء الله همیشه زنده باشی. حیات بالا سرمون باشه. عزیزم. آفرین پسر گلم. مرسی. آماده ای صدرا؟ بزن رو اسپیکر. عزیزم آفرین. مرسی. هستم. مرسی صدرا جون. بارا آماده ای؟ بله. بگیم.